سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید با درس سیوم از جلد چهارم دوره چهار 4000 هزار با شما هستیم امروز درس سیوم رو که تموم کنیم جلد چهار به پایان میرسه و انشالله شروع میکنیم و جلد پنجم رو با هم کار میکنیم خیلی خوشحالم که جلد چهارم داره به پایان میرسه کار خیلی سختی بوده خیلی کار کردیم خیلی زحمت کشیدیم ولی خب خوشبختانه به پایان رسیدیم امیدوارم شما هم استفاده لازم رو از این درس ها تا اینجا برده باشید خیلی سریع میریم درس سی رو توضیح بدیم خدمتون چون یه مقدار طولانیه بریم شروع کنیم بدون هیچ معطلی تیتر درس سیوم هست The heirs The heirs یعنی وارسان Heir هم به معنی میتونه وارس باشه موقع که اسمه هم به معنی ارث بردن اگه فعل باشه The heirs یعنی وارثان Martin, پول و تام were brothers. میگه مارتین پول و تام برادر بودن با هم دیگه They were very different اونا خیلی با هم متفاوت بودند But they were consistent about two things اما اونها در مورد دو تا چیز یعنی ثابت قدم بودن یه جور بودن هم نظر بودن consistent they couldn't succeed in business and they never regret about anything میگه گفت سر دو چیز اونا کنسیستنت بودن یک جور بودن ثابت قدم بودن هم نظر بودن اون دو تا چیز چی بود یکی اینکه they couldn't succeed in business اونها نمیتونستن توی تجارت موفق باش تو بیزینس و تجارت نمیتونستند یا حالا کسب و کار نمیتونستن موفق باشن and they never agreed about anything و هرگز در مورد هیچ چیزی هم نظر نبودند یعنی همیشه فکراشون با هم متفاوت بود مارتین واز هارد ورکینگ فارمر حالا یک یکی معرفی میکنه که اینا چه شخصیتی دارن و چه کار میکنن Uh, گفتیم مارتین و پول و تام دیگه مارتین میگه مارتین واز هارد ورکینگ فارمر مارتین یک کشاورز سخت کوش بود هارد ورکینگ فارمر یک کشاورز سخت کوش بود گروینگ ارگانیک ویجتبلز و سبزیجات ارگانیک رو پرورش میداد رشد میداد پرورش میداد uh, and raising poultry poultry همون تویوره مثلا مرغ و خروس و اینار که نگه میدارن کشاورزا که از گوشت و تخم مرغ رو اینا استفاده بکنن به اونو میگن پولتری ریزینگ پولتری یعنی حالا هم رو خروس و تویو رو بزرگ میکرد یا پرورش میداد اونجا پس این کار مارتین بود but هی was disorganized and forgot to pay his bills اما اون disorganized بود organized یعنی منظم یعنی سازماندهی شده با نظم مرتب ولی دیزاورگنایز که بر متضادش میشه میشه نامنظم بس بات هی واز دیزاورگنایز اون نامنظم بود نامرتب بود اند فورگات و فراموش کرد که همیشه فراموش می‌کرد که تو پی که بپردازه هیز بیلز اون قبضاشو صورت رو بپردازه این از مارتین حالا پل کال اوند تکستایل فکتوری دت پرودیوست کلوتز پول کار میکرد پول صاحب یک تکستایل فکتوری بود یک کارخونه پارچه و بافت بافت و اینا بافندگی و حالا ما میگیم ریسندگی بافندگی و پارچه و اینا یعنی پارچه تولید میکرد و لباس تولید میکرد و اینا uh, هر چیزی که بافتنی بود تکسال فکتوری دد پرودیوس کلوز که uh, لباس درست میکرد پس مالک یک کارخونه یه جایی پارچه, با پارچه و بافندگی بود که لباس درست میکرد باش He was organized حالا این برعکس اون یکی بود He was organized اون خیلی سازمان یافته و منظم و مرتب بود But he was greedy اما حریص بود He was greedy اما اون حریص بود And took too much clothing و برای خودش لباس زیاد برمی داشت اون آدم منظم و مرتب و سازمان یافته بود اما حریص بود و واسه خودش لباس زیاد برمی داشت His wardrobe was filled with his own products Wardrobe همون کمد لباس His wardrobe یعنی کمد لباسش was filled پر بودش با his own products با اون محصولاتی که خودش تولید کرده بود پر بود پر از محصولاتی بودش که خودش تولید کرده بود Tom was حالا اینم پلم معرفی حالا به سراغ تام Tom was once a sergeant in the army وقتی که once میاد تو همچین مواقعی معنی میکنیم روزی روزگاری یه همچین معنی میده Tom was once Tom بود یک روزی یا یک زمانی sergeant in the army یک گروهبان توی ارتش شد he ran a martial arts school مارشال arts یعنی هنرهای رزمی مثل تک و کاراتو و چیزا هی وقتی که میاد تو همچین مواقعی به معنی دویدن نیست که حالا گذشت دویدن که حالا رن میشه دوید به معنی اداره کردن مدیریت کردنه وقتی میگه هی رن مارشال آرت سکول یعنی مدیریت میکرد اداره میکرد یک مدرسه هنرهای رزمی رو باید his stance on uh, discipline was too strong اون مدرسه اون رو از این مدیریت میکرد ولی استنس آن دیسپلین یعنی موضع دیسپلینش یا حالا دیدگاه دیسپلینش حالا اون منظور سخیری که میکرد دیسپلین یعنی شما یک نظم و ترتیب رو بخوای تعریف بکنی برای حالا میخونه خانواده باشه تونه یک شرکت باشه، یک گروه کاری باشه، به با اون میگن دیسپلین دیگه His stance on discipline، اون دیدگاه دیسپلینش، دیدگاه اون نظم و ترتیب برای کار Was too strong، خیلی، حالا نمیگیم قوی بود، خیلی سخت بود Was too strong، خیلی سخت بود یا خیلی سفت و سخت بود و به همین خاطر He had almost no students، اون اینجا almost این تقریبا He had almost no students. He had, تقریبا هیچ هنرجویی هیچ دانش آموزی نداشت اون مدرسه یا شاگردی نداشت. One day, یه روز, they received a telegraph saying that their father had died. میگه یه روزی اونها they received اونها دریافت کردن a تلگراف، یک تلگراف دریافت کردن که این تلگرافه سینگ میگفتش به اونا که their father had died که پدرشون مرده بس اونا یک تلگرافی دریافت کردن که اون تلگراف به اونا میگفت که پدرشون مردن. They were heirs to his old farm. اونها وارث وارث بودن، وارث چی بودن؟ his old farm، مزرعه قدیمی اون بودن، مزرعه قدیمی پدرش بودن. بس اونها وارث مزرعه قدیمیش بودن. They planned to sell it as soon as possible. اونها برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن که to sell it، که بفروشن اون مزرعه رو as soon as possible. as از as possible یعنی تو اولین فرصت یعنی به محض اینکه امکانش باشه این کار انجام بدن که ما بگیم تو اولین فرصت as soon as possible یعنی تو اولین فرصت اونو برمیزگید اونو بفروشن so they went to see it even though there was a terrible storm پس اونا چکار کردن؟ they went اونا رفتن to see it که ببینن اونو اون مزرح رو ببینن even though حتی با اینکه حتی با اینکه در واز استور حتی با اینکه یک طوفان وحشتناکی اونجا داشت به وقوع میپیوست یا در جریان بود یک طوفانی اونجا بودش یا یک طوفانی در جریان بود یک طوفان وحشتناک یک طوفان خیلی بدی تریبل استور با این حال even فقط با اینکه توفان بود اونها رفتن اونجا ببینن The house didn't look great اون خونه ای که تو اون مزرعه بود خیلی جالب به نظر نمیرسید ظاهر خیلی خوبی نداشت didn't look great خیلی عالی نبود but there was a lot of land ولی زمین خیلی زیادی داشت a lot of land یعنی زمین خیلی زیاد there was a lot of land زمین خیلی زیاد داشت اون مزرعه there was so much in fact that they could barely see its boundary خیلی زیاد بود میگه yeah, there was so much. اون زمینش خیلی زیاد بود. این فکت در واقع that they could barely. یعنی انقدر در واقع انقدر این زمین بزرگ بود که they could barely. اونا میتونستن برایی به سختی سی ببینن. Its boundary. اون مرزشو ببینن. مرز اون زمینو که انقدر این زمین بزرگ بود مرزشو به سختی میتونستن ببینن. Barely. پس they could barely. سی اونا به سختی میتونستن ببینن ایتز اون, اون مرز اون زمین رو زمین هم مزرح رو suddenly ناگهان the storm got worse ناگهان چی شد؟ طوفان بدتر شد got worse یعنی بدتر شدن bad worse worse uh, the storm got worse طوفان بدتر شد the sheer force of the wind almost knocked them over و اون نیروی اون باد The sheer force of the wind یعنی نیروی اون باد اون توفانه Almost تقریبا چیکار کرد؟ Knock them over Knock over که قبل هم داشتیم یعنی واژگون کردن خب حالا Knock them over اونها رو واژگون کردن یعنی من میگیم که اونها رو انداخت زمین اونها رو, رو روی زمین انداخت یا یعنی به اصطلاح نقش زمین کرد مارتین سید مارتین گفتش که Look, it's a typhoon. نگاه کن، اون یک نوع توفان، تیفون یک نوع طوفان اسم یک نوع طوفانه Look it's a تیفون نگاه کنید اون یک حالا ما گیم گردباد یک جور گردباد و طوفانه Paul said no it's a cyclone نه اون سایکلونه دوباره اونم یک نوع از طوفان و گردباد و ایناست Tom said no it's a tornado Tom گفت نه این یک تورنیدو طوفان ها اسمای مختلفی دارن که خب سه تاشو آورده اینجا تیفون سایکلون و تورنیدو که تورنیدو رو فکر کنم یا همون تورنادو رو زیاد شنیدیم توی اخبار که توی آمریکا این طوفان زیاد میاد خب هر کدوم از اینا اون طوفان رو یه جور دیگه میدن می یه سری فهم کرد مارتین فکر کرد که تیفونه پال فکر کرد که سایکلونه ولی تام گفته که نه تورنیدوه به خاطر این با هم چیز نبودن